چیکار میکنی؟ تو کی؟ من وجدان احمد رضا. وجدان احمد رضا؟ بله. احمد رضا به من چی کار داری؟ برو پیش احمد رضا. خب چه الان چرا شروع نمی کنی؟ حقیقتشو بگم ایده ندارم دیگه، واقعا بریدم این قسمت دیگه، اصلا ایده ندارم. نه کپی کن عزیزم، کپی کاری ندارم. بله. خب اصلا یه سوالی برام پیش اومد. بپرس. به نظر تو احمد، وجدان احمد رضا، بگو. یه سوالی برام پیش اومد، آیا کپی برداری در صنعت تبلیغات کار بدیه؟ من کجا بدونم؟ من وجدانم. نمیدونی؟ نه. پس بریم ببین. بریم ببینیم. سلام، به قسمت جدید بولد شو خوش آمدیم. این قسمت میخواییم راجع به کپی برداری در صنعت تبلیغات مخصوصا در ایران صحبت کنیم. چرا؟ این موضوع خیلی موضوع همیشگیه در صنعت تبلیغات ایران. یعنی هر چند وقت یه بار یک تبلیغی منتشر میشه، 4 روز بعدش ملت میان میگن که این تبلیغه که دیدیم دقیقاً کپی یه نمونه خارجیشه. اصلا از همین اول قضیه بریم یه نمونه از این فرایند رو با هم ببینیم. تقویت سیستم ایمنی بدن با روش‌های طبیعی بهترین راه برای حفظ سلامتی شماست. لامصب فریم به فریم یکیه. فقط ایرانی کفش داره، خارجی نداره. آره دیگه، هر جام سختشونه اونو حذف میکنن. مثلا بوفالو سخت میشه بیاره، حذفش میکنه. خب خانمای ما محجبن، اونا نیستن در این حد. مصرف ماست و نوشیدنی کثیر ناری موجب تقویت سیستم ایمنی بدن شما می شود. از دل طبیعت ناری مرا. فریم و فریمشون یکی بودش، اصلا عجیب غریب. یکیشون واسه آب معدنی بود اون خارجیه، اون یکیه واسه دوغ ناری بود. همونطور که دیدین دقیقا همه چرخش ها، همه لبخند ها، همه حرکات ها یکی بود، مگر اینکه نمیتونستن اجرایش کنن. چرا؟ مثلا بز داشت، بز سخت بود بیارنش تو کادر، حذفش کردن. این بدترین مدل تبلیغه، یعنی نه ایده رو گرفته نه هیچ، همونو دقیقا اجرایی کرده، دقیقا فریم به فریمش. بریم یه نمونه دیگه از تبلیغات کپی ایرانی رو ببینیم، ولی منتها بریم اول اون منبع اصلیشون رو ببینیم. اما 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 یه به جای کاغذ از این تبلت استفاده. اما حالا آخرش گفت به جای این تویلت پیپره، این دستمال کاغذی هایی که تو دستشویی هست، بیا از این تبلت استفاده کن. خب تبلیغ باحالی بود، بامزه بودش. خانوم 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 شامپو همه تموم شده، یکی دیگه به من میدین؟ صحت باید خودش باشه. نکته‌ای که وجود داره اومده اینو کپی کرده، اوکی، ولی خیلی بی ربطه. اون اومده تویلت پیپر رو گفته، گفته آقا کاغذ استفاده نکن. خب یه بار دیگه بگو. نه بگو. اولش میگفت کاغذ استفاده نکن، از تبلت استفاده کن. حالا اون آخرش رفت تو دستشویی، گفت آقا من تویلت پیپر ندارم، کاغذ. بالاخره توی تویلت پیپر درست که کاغذ نیست، ولی تویلت پیپره، توش پیپر داره. گفتش که خب هی میگفت از کاغذ استفاده نکنم، حالا بیا تو از تبلت استفاده کن. این لامصب که دیگه. نکته‌ای که وجود داره اینه که اگر مثلا چه میدونم 10 سال پیش این اتفاق میافتاد، 15 سال پیش این اتفاق میافتاد، ما اوکی بودیم، چون طیف وسیعی از مردم اینترنت نداشتن، اصلا تبلیغات بهش علاقه‌مند نبودن، نمی‌رفتن ببینن توی خارج چه خبره، سرچ نمی‌کردن ببینن که آقا تبلیغات خارجی چی به چیه، چه جوریه. ولی الان توی این اینترنتی که ما داریم کاملا معلوم میشه که آقا برند ستاک دقیقاً یه تبلیغ کپی مرسدس بنز ساخته.
همین اتفاق یکی دو سال پیش دقیقا افتاد. ستاک اومد یه تبلیغ کپی بنز ساختش. اینم بریم ببینیم. Hello, I'd like to order french fries, a burger and a milkshake. This is a library. I'd like to order french fries, a burger and a milkshake. Beauty is nothing without brains. زیبایی هیچ نیست بدون مغز. خب حالا بیایم ببینیم کپی ایرانی اینو ببینیم. سلام، یه بسته چیپس، یه ساندویچ آماده با یه دوغ نوشابه لطفاً. آقا اینجا کتابخونه است؟ ببخشید، پس یه بسته چیپس، یه ساندویچ آماده با یه دوغ نوشابه لطفاً. دوغونه؟ وقتش مغز تقویت بشه با ویتامین های بی چند غله های ستاک. سر این ستاک آبروش رفت. چرا؟ چون همه دیدن فهمیدن که آقا چقدر این ستاک از خودش هیچ خلاقیتی نداره. نه ستاک، اون آژانس تبلیغاتی که اینو ساخت. نه همه تون. نه ستاک، اون مدیر مارکتینگ که اینو تایید دادش. آقا حالا ما یه تبلیغ دیدیم، یه ایده گرفتیم، میخوایم بریم اونو اجرایش کنیم. نمیخوایم کپی کنیم، میخوایم یه چیزی شبیه همون ایده بسازیم. چیکار کنیم؟ کار حرفه‌ایش اینه که کپی رایتینگ، قانون کپی رایتینگ، چیزی که در دنیا رواله و اشکالی نداره، اینه که آقا زیرش خیلی شیک و ترتمیز بنویسید که این تبلیغ، این ویدیو یک اقتباسی از یه ویدیوی دیگه، هیچ اشکالی نداره. حرفه‌ای هستن، اصلا نشون میدید که چقدر حرفه‌ای هستید شما. مثلا مجله تجارت فردا توی یکی از کاورهای مجله هاش عکس رئیس جمهور، این آقای رئیسی بود که داره این پله های این نمودار نزول و دونه دونه میاد پایین، یعنی داره نشون میده که چقدر وضعیت اقتصادی ما داره روز به روز بدتر میشه. داریم احمد رضا اینجا؟ دارم در 6 ماه رو این قرمز هستا؟ چپ چپ؟ آره همینه همینه. خب اسمش هست موقعیت حساس، این ابراهیم رئیسیه که داره این نمودار نزولی رو دونه دونه میره پایین تر و میخواد وضع بد کشور رو از لحاظ اقتصادی نشون بده. خیلی شیک و تر و تمیز. میشه توش اشاره کنی که اسم من هم اینجا خورده اگه میشه لطفا؟ بله اسم احمد رضا مظفری هم خورده اینجاش. آره بله خورده. حالا خیلی شیک و تر و تمیز مجله حرفه‌ای تجارت فردا نوشته که تر آزاده پاک نژاد تجارت فردا برگرفته از جلد اکونومیست. آیا میگن که چقدر این بیخوده؟ میگن که چه ایده مزخرفیه؟ نه، میگن چقدر این حرفه‌ایه که نوشته این رو. من این دفعه یه دفعه یه کار میکنه خودم پشت فرمون میشینم. در آخر امیدوارم که قانون کپی رایت روزی بشه که در ایران هم اجرایی بشه. درسته که به نفع خیلی ها نیست، ولی همین که بتونیم همگام با دنیا بشیم توی حوزه‌های مختلف به نظرم خیلی به نفعمونه و در کوتاه مدت یه مقداری سختمونه، ولی در بلند مدت توی خیلی از صنعت‌ها به نفعمونه، مخصوصا صنعت تبلیغات که این کپی برداری‌ها به شدت کم میشه توش و خیلی همگام با دنیا میشیم. اینو احمد رضا باید بگه، ولی لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. لطفاً به ما بگید که کدوم تبلیغ کپی تا حالا خیلی تو چشتون بوده و تو مختون بوده. لطفاً بهمون بگین. دمتون گرم، تا یک ویدیوی دیگه.